غذای مورد علاقه تان هم میخواین بگین چی است؟ چیزی که زیاد میخورین از نان وطنی؟ اگه بگویم سر زیادتر شاید خنده کنن. نه چرا؟ من سبزیجات خوش دارم، در اون جمله گلپیر زیاد خوش دارم. گلپیر زیاد خوش دارم. کسای دیگه خوش ندارم. بسیار. شما یک مهارت بسیار فوق‌العاده در صحبت کردن دارین. چطور این مهارت پیدا کردین؟ گاهی وقتا زیاد گپ زدین، تمرین کردین؟ این سوال یک جای دیگه هم از ما شد. خب من گفتم از همون خاطر من سخنگوی هم هستم. من میرم میخواستم بپرسم که چطور شما را انتخاب کردن به سخنگوی؟ سال 2007 بود، سخنگوی قبلی ما دکتر صاحب حنیف گرفتار شد در ننگرهار. باز همون وقت فیصله بایست من در یکی از مجله ها بخش فارسی شما کار میکردم، مقاله نوشته میکردم در مجله سرک، همون مجله جهادی بود، عالم هست چاپ میشه. در مو زمان همکارا پیشنهاد کرده بودن اسم مرکی میتونه سخنگویی بکنم، بعد من انتخاب شدم. ریش شانه تراشیدن میتونه در مورد کار کنم؟ کار میکنم تمامش ما گفتیم که تمامشان کار میکنن، حالی هم مهمی است که برای آینده کار کنیم که بعدا چی قسم ما میتونیم خود عیار بسازیم. استاد اصلاحات خواهد آمد. بله. اما معارف چی وقت شروع میشه؟ برنامه برش هست نیست؟ آیا مشخصا دخترها مکتب خواهد رفتن؟ در این مورد باید بگم که معارف نیازمندی کشور است، ضرورت مبرم است و کشور نیاز به تعلیم داره و نسلهای ما نیاز به آموزش داره. زمینه را فراهم کردن وظیفه حکومت است. ما امیدوار هستیم که زمینه فراهم شود تا در هیچ جای نقصه تعلیمی نداشته باشیم، هم از پسرها و دخترها برن تعلیم خود بکنن و ما بتانیم زمینه سازی داشته باشیم. درست. چند مسئله که مسائل ملی میتونه تشخیص شود نظرتان در موردش میگیرم. بند کمال خان و بند کجکی وضعشان چطور است؟ آخرین گزارشی که ازشان دارین؟ وضعشان قابل اطمینان است، بخاطر از اینکه وضعیت در اوجا خوب باشه در بندها تلاش میورزیم که محافظت درست شوند، آبشان خوب تر ذخیره شوند و همچنان استفاده درست صورت بگیره، همچنان به کدام مقصدی که بندها ساخته شده که تولیدی برق است به او حد برسیم که به کشور روشنی را ایجاد کنه. بسیار خوب. گنجینه باختر محفوظ است. محفوظ است. محفوظ است. چون یکی از نگرانی های است که موجود است. بله. بیرق افغانستان قابل بحث است، میشه سرش بحث کرد. سرود ملی خود داشتیم؟ این هم موضوع قابل بحث است که باید تشریح شد. از عنانات مردم افغانستان اتن خود ماند؟ طبعا گفتین عنانات هست، عنانات هست. بله. ولی عالم هست قریجات و مهاجشتر. بله بله. وجود دارم. درست درست. ورزش خاص مورد علاقه دارین؟ ورزش خوب چیز است، مگه متاسفانه وقت ندارم برای شما. کمی کسلی هم است. قبلا آلی که شما جوان هستین ولی در جوانی ها پیاده‌روی داشتم، پیاده‌روی زیاد داشتم. خب بازی یا ورزش را مثل فوتبال مثل کرکت از نزدیک مشاهده کردین؟ رفتین؟ نه فرصت شده. یک زمان من در زندان بودم، در زندان طبعا بازی ها مهم است برای آدم، یکگانه چیزی است که میسر میشه. فوتبال میکردیم. بله. خب این هم یک مورد است. در مورد زندانی بودن تان بگوین، کدام سالا در کجا زندانی بودین؟ من متاسفانه دو بار زندانی شدم. امی رخصتی که بیشتر گفتین نمی نبود؟ نمی، یک شمی بود. خب یک بار در سال 1375 زندانی شدم در تخار، 6 ماه در زندان ماندم. او زمان جنگ داشتیم با امیر صاحب مسعود، در زندان هم با بودم. و بازم در سال اواخر یا ابتدای 2008 باز زندانی شدم. بله. تا آخرای در بگرام هم بودم، در پلیس چرخی هم بودم. چقدر وقت؟ 28 ماه. 28 ماه. چطور گذشت او؟ تجربهش میخواین بگوین؟ طبعا سلیما خوب گذشت، چون کسایی که یک مفکوره داشته باشه زندان تکلیف نیست برش. خود حالتی خوب نبود، ناگوار بود. مورد پسند نبود، ولی اگر واقع شد سر ما آسان بود، سخت نبود. وقتی عکس العمل مختلف از مردم دریافت میکردین، از توصیف گرفته تا به دشنام، چی احساس میکردین؟ چون سوشل میدیا امتیک چیزی است. بله. اصلا برای من مهمی بود که در ذات خود طبیعی انسان نمیتونه که تمام
مردم را یک نظر در مورد خود جور بکنه. طبعا نظرات مختلف از دیدگاه مختلف منشأ میگیره، حس وجود داره و طبیعت است. و دیگری که ما در حالت جنگی قرار داشتیم، در حالت جنگی باز بعد از زمان من حیث سخنگوی رسمی امارات اسلامی افغانستان تعیین شدم. طبعا در یک جای آمدم که یک جهت با ما درگیر بود و با یک بخش از مردم طبعا جور آمد نبودم و کارهایی که ما میکردیم جهاد بود، مبارزه بود و مشکلات زیاد میامد. خود در عموم باید بگیم که ما تا حد زیاد حقم میتونم به مخاطبین یا به کسایی که تعقیب میکنه تویتر یا موضوعات مرا اگر انتقادم داشته باشن انتقاد سالم ما را میپذیرم. ما در زمان مجبور میشدم که کسی را از لیست ما چیز بکشم که توهین در حد معتقدات میکرد یا بسیار زیاد در حریم شخصی وارد میشد و دشنام میزد، اگر این مخالفت ها را میپذیرم. درست. روزهای مناسبتی که ما داریم در عرف افغانستان، اینا اجازه تجلیل دارن؟ مثلا نوروز، شب یلدا، مثل اینها تجلیل خواست شدن؟ یه این مورد خب باید تحقیق و رسرچ صورت بگیره. 20 سال که ما زیر شغال قرار داشتیم، بعضی از روزها تحمیل هم شده است به خاطر خوش ساختن یک تیپ یا یک مثلا جن. روز عاشقا یا تحمیل هم شده که جز فرهنگ ما نبوده یا جز دین ما نیست یا دین ما اجازه نمیتونه. او چیزهایی است که ما هم نمیتونیم اونجا پیش بریم، به خاطر که اسلام برای ما از همه چیزها که ارزش زیاده داره و با مردم ما انشاءالله قابل قناعت است. بنابراین اگر کدام تصادم با اسلام اون اجتماع ما نداشته باشه، ایامی که تجلیل میشه باید تجلیل شه. درست. موسیقی مکمل بسته خود شد؟ ما قبلا هم گفتم چیزی که با اسلام در تصادم قرار میگیره، این مبارزه مردم افغانستان در 20 سال تا 40 سال که جریان داره، یک جهت ادعای از این داشت که باید قوانین اسلامی در جبر باشه و اکثریت هم بودن به خاطر که قوت داشتن، نظام ها را تغییر دادن، حتی نیروهای بیرونی را که بسیار به بدماشی آمده بودن راندن. پس خواست اکثریت مردم افغانستانی است که باید نظام اسلامی حاکم باشه. پس زمانی که نظام اسلامی را پذیرفتیم، چیزی که در قوانین اسلامی اجازه داره ما دو باید طرفدار باشیم، چیزی که اسلام برش اجازه نداده دو جا ما معذرت میخواییم. بلکه از سوالات بسیار مهم در مورد مجاهد سپ این است که در 26 سالی که در مطبوعات فعالیت میکردن اصلا کجا بودن؟ شما در 26 سال کجا بودین؟ شما را چند ماه است که میبینیم؟ بله، ابتدای فعالیت مطبوعاتی ما در رادیوی گردیز بود. گردیز یک رادیو داشت، رادیوی محلی. ما اون زمان تحصیلات هم میکردم در یکی از مدرسه ها. باز به اساس مایلی که با مطبوعات داشتم در یکی از رادیوهای محلی اخبار میخواندم. باز آمریت رادیو تلویزیون هم ولایت یک وقت در دوشیمه بود. ما سنم تقریبا 18 تا 20 بود وقت. باز بعد از او گاهی قطع گاهی با مطبوعات در وصل بودم.